שלום וברכה. הלכי רוז. אז כתוב משנה תורה הרמב״ם. רוז דרבורי דסור תפילוסו בד מכוני. הרמב״ם פרמודה דסור אמר אסט כהר רוז תפילה בכונים. نماز بگذاریم. شنیمر همانطوری که در تورا آمده در کتاب شمود و عبدتم ات هشم الوکیخم و عبادت کنید خدای خالقتان را. البته اینجا هرامبان میگه در روز هر روز باید تفیله خواند. ظاهراً در تورا نوشته نشده که در روز و یا زمان معینی تفیلا بخونیم. زمانش را و متنش را بعداً بزرگان و اندیشمندان علما یهود تعیین کردند. اما این که میگه عبادت کنید خدا خالقتان را، هرامبا فرموده می پیهشمو آلام دو. نپی هشمو آ در حقیقت چه معنی میده؟ هر موضوعی از تورا، یعنی تورای شفاهی که حخامیم ما از فردی از پدرش و از والدینش، همینطور والدین از والدین قبل تا مشربینو گرفتند و آموختند و این موضوع در تورا و تنخ استدلال و استنادی درش باشه، حخامی میگن میپی هشمو آ، یعنی نقل قولی است که از بزرگان و اونها هم از اجدادشون تا مشربینو به ما رسیده. هر جا هرامبان میگه میپشموا این مفهوم داره و اونجا گفتند که عبودایی که اینجا گفته و عبدتم عبادت کنید خدای خالقتان را، منظور تفیلاست. اما اینکه هر روز تفیلا بخوانید در کتاب دیبر حیامیم آمده ولعمود بباکر بباکر رهودود الهلی لشم و بیستند در هر صبح و صبح و شکرانه بگویند ستایش کنند خدا را. یک رمزی است به این که تفیلا به صورت روزمره باید باشه. در ادامه اون پاسوک که در دیورهیامی فصل اول، دیورهیامی اول فصل 23 پاسوک 30 آمده، بعدش میگه او بارخ و برخد لخمخا و ادمه مخا تا برکت کند نان و آبت رو. حخامیم نتیجه میگیرند همانطوری که آب و نان نیازهای حیاتی انسان روزمره هست، تفیلا هم که در او خواهش ها و پرسش های نیازهای وجود ماست لازمه که هر روز انجام بشه. البته بعدن تفیله ها را بعد از ویرانی مقدر میقداش میبینیم که بزرگان به علت های دیگر برای ما تعیین کردند که اون در جای خودش گفته میشه. پس اینجا میفهمیم که تفیله دستور صریح تورا هست، ولی اینکه چه نمازی بخونیم، چی بگیم و کی بگیم، این در تورا نبوده و بعداً حخامیم در موقعیت خاص برای ما تعیین کردن. خب ما در امروزه سه بار تفیلا میخونیم و در تورا نگفته که چند بار و شماره اونها از تورا نیست و همچنین متن این تفیلا
در تورا نیامد. البته ما در تورات فیلای داریم که کسی که نوبرانه می برد در خانه خدا، یه متنی در تورا آمده که اون کسی که نوبرانش رو میبره و میبه های نوبر رو به خانه خدا میبره و به حضور کاهن تقدیم میکنه، یه متنی را میخونه. اما تفیله های روزمره را خداوند در تورا از ما نخواسته که چی بگیم، بلکه در یک مقطعی قبل از ویرانی به تمیقداش هر انسانی اون چی به دلش برات میکرد، اون چه از وجودش تراوش میکرد با خدای خودش حرف میزد و لازم نبود اون زمان که متن خاصی گفته بشه. هر کسی نیازهای خودش، راز و نیاز خودش با خدا حرف میزد و زمانی هم نداشت. هر وقت احساس میکرد که من الان باید به خدا حرف بزنم، هر وقت نیاز رو حس میکرد در اون زمان خودش نماز میخوند، تفیلا میخوند، به خدا حرف میزد. حالا چون که در تورا زمان معینی برای تفیلا تعیین نشده بود، البته الان زمان معین داریم و این به خاطر مسائلی که بعدن اتفاق افتاد، بزرگان یهود و علما زمان براش تعیین کردند و تعداد تفیله ها را تعیین کردند. اما چون از تورا در ابتدا زمان معینی برای تفیله نبوده، بر زنها هم واجبه که تفیله بخونند، برای اینکه تفیله نیاز انسانه، فرق میکنه زن یا مرد. البته علما یهود در طول زمان خاطر اینکه مادران، خانم‌ها مشغول تربیت فرزندان بودند و ممکنه در اون زمان خاصی که باید دستور خاصی رو انجام بدند، مشغول تربیت یا نگهداری یا تغذیه فرزندشون هم ممکنه فرصت نمی‌کردند که در اون وقت معین اون تفیلا و اون مراسم یا اون میسور انجام بدن. علما یهود زنها رو معاف کردند از دستوراتی که وابسته به زمان معینی هستند، چون اون زمان معین ممکنه اون مادر، اون خانم، زن نتونه، به خاطر اینکه به میسوای خیلی بزرگتری مشغوله، به دستور تربیت فرزندش مشغوله، فرصت نکنه، او را معاف کردند. ولی هارامبا میگه چون تفیلا از تورا زمان نداشته، بالاخره یک مادر، یک خانم در طول روز هرچی هم که مشغولیات تربیت فرزند، یا امروزه که خب خانم ها با مثل آقایون کار میکنن، مشغولیات کاری داشته باشه، بالاخره در طول روز فرصت پیدا میکنه که حداقل یک بار که شده تفیلا بخونه، نماز بخونه و با خدا حرف بزنه. و این مسئولیت به عهده همه هست، هم مردها و هم خانم ها. هارامبام اضافه میکنه و میگه که هر انسانی وقتی تفیلا میخونه اول باید خدا را ستایش بکنه و بعد از ستایش خداوند نیازهای خودش را بگه، که اون نیازها به وسیله خواهش و شاید استغاثه باشه، و بعد باید تشکر بکنه و بعد از حضور خداوند مرخص بشه. همونطوری که در گمارا آمده، دارش ربی سملایی، همیشه انسان اول ترتیب دهد نمازش را، وصف خدا را بگه و بعد خواهشهای خودش را. همونطوری که مشه ربین وقتی تفیلا میخونه نمونهش رو میبینیم، میگه باید هنن الهشم، اول میگه استغاثه کردم به درگاه خداوند، بعد میگه تو شروع کردی که نشان بدهی به بندت قدرتت را، عظمتت را، کیست قدرتی در آسمان ها و زمین که انجام بدهد مثل اعمال تو. اول مشه وصف خدا رو میکنه و بعد میگه برانا، خواهش خودش رو میخواد، بعد خواسته خودش رو مطرح میکنه، عبرانا ای خدایا
اگه ممکنه عبور بکنم، بگذرم و ببینم سرزمین خوبی را که به قومت میدهی. و میبینیم که اول ستایش خداست، بعد خواستای خودمون رو باید مطرح بکنیم. و این در تفیلهای امروز ما هم همینطوره. و بعد شکرانه و شکر و تشکر. همانطوری که در منابع دیگه اومده، وقتی که مشرا بینو برخا میکنه قوم اسرائیل را، اول میگه و یومر هشم سینای با وزارح میسعیر و گفت خداوند جلوه او از کوه سینای متجلی شد و در کوه سعیر درخشید. اول ستایش خداوند و بعد مشربین و نیازهای اسرائیل را یکی یکی مطرح میکنه و بعد میگه ویهی بشیرون ملخ و همینطور درباره خواسته های عظمت نام خداوند نیاز الهیت او بر قوم اسرائیل و همینطور جلو میره. اون زمان قدیم هر کسی مطابق استطاعتش، تواناییش، فرهنگش، زبانش و سوادش، درایتش، عقلش خود کلمات نمادش را تعیین میکرد و اون چی به دلش میرسید بیان میکرد و گویای خواستهای او بود. بعضیا خب مشکل براشون که بخوان کلمات را با هم انشا کنند و بگند، بعضی ها صحبت کردن نطق براشون سخته، بعضی ها صدا دارند، بعضی ها میتونن به صورت شعر بگند، کلمات زیبا ردیف کنند و به همین خاطر هر کسی مطابق توانای خودش تفیلا میخوند اون زمان. بعضی ها یک بار، بعضی ها دو بار، بعضی چند بار قبل از اون که حخامیم زمان تعیین بکنند و تعداد تفیل ها رو تعیین بکنند، هر کسی مطابق اون نیازها که حس می کرد تفیل ها می خوند. تفیل ها به طرف به جهت به تعمیقداش باید انسان بیسته و تفیل ها بخونه. همونطوری که شلوم هملخ به در تفیلاش میگه که خدایا هر کسی، حتی غیر از یهودی، هر کسی به این خانه اقتدا بکنه، هر کسی به سوی این خانه بیسته، به جهت این خانه بیسته، به نیت ارتباط با این خانه تو بیسته و تفیلا بخونه، تفیلای او را بپذیر، نیاز او را برآورده کن تا عظمت نام تو نه فقط در بین یهودیان بلکه در بین همه دنیا آشکار و معلوم بشه. همونطوری که حخامی فرمودند از کجا که باید در جهت به تمیقداش بیستیم و البته در دیور حیامیم آمده که گفتیم شلومای را میگه و از خدا میخواد بهید پللو لبای تزه، هر کس تفیلا بخونه به جهت این خانه، چه در خود سرزمین اسرائیل باشه، چه خارج از اسرائیل باشه، چه در حتی بیت امیداش باشه، به طرف قدش قداشیم بیسته، چه در بیابان باشه و هر جای دیگری باید به این جهت بیسته. و این شاید علت این که امروزه هم در دنیا بر سر مناقشه بر سر یروشلایم و به تعمیق داشت هست، شاید به خاطر همین تفیلا شلومو باشه که او از خدا خواسته که اینجا خانه خدا برای همه میتونه باشه، همه میتونند، هر انسانی با هر اندیشهی که اگر خدا رو باور داره میتونه به این بیسته و به این جهت این خانه تفیلا بخونه. حتی ما میدونیم تقدس یروشلایم فقط برای ما نیست، بعد از یهودیت هم وقتی که دین اسلام پایگذاری میشه جبهه و قبله اونها هم به تعمیق داشت بوده و خودش خداشین بوده که بعدا به خاطر مسائل سیاسی تغییر میکنه.
پس میبینیم جهت تفیلا باید استادن در جهت بیت المقدس و تمرکز به سوی این خانه باشه که انسان را با حتی از لحاظ روانی و از لحاظ تمرکز و از لحاظ احساسی و تخیل هم به خانه خدا نزدیک بکنه و متصل بکنه. پس از زمان مشه ربین تا زمان عزرا از سفر هر کسی در هر موقعیتی که بود میتونست در هر جایی که بود تفیلا بخونه و هنوز متنی برای او مشخص نشده بود. اما یه اتفاق مهمی میفت وقتی که بیت المقدس خراب میشه، وقتی که قوم اسرائیل به جلای وطن میرند و بخت و نس اونها را پراکنده میکنه، یهودی ها بین مناطق مختلف، کشورهای مختلف پخش میشن. بعضی ها در ایران، یونان، بابل و سایر کشورها اونجا مقیم میشند. نسل اولی که بعد از اونها به دنیا میان در اون سرزمین های غریب باعث میشه که زبان اونها متفاوت بشه و اون زبان اصیل عبری را تا اندازه ممکنی فراموش کرده باشند یا فراموش کرده بودند و زبان محلی و اون کشورشون را با زبان اصلی قومی خودشون مخلوط یاد گرفته باشند و دیگه شاید نتوانستند به زبان عبری با اون به صورت سلیس و روان صحبت بکنند. و به همین خاطر همونطوری که در کتاب نخمی آمده اونه هم خط سیم دبر اشدودید، فرزندان اونها که به دنیا آمدن در هجرت، بعضی اونها به زبان اشدودی حرف می زدن، نصفش هشدودی، نصف از کلماتشون اشدودی بود و نصفشون کلمات عبری بود و نصفشون زبانهای محلی بود. بنابراین دیگه وقتی می خواستن تفیلا بخونند دیگه قاصر بوده زبان و کلام اونها که بتونن به خوبی خواستهاشون را بیان بکنند یا به خوبی بتونن وصف خداوند رو بگن، چون کلمات رو در هم قاطی میکردن. و وقتی عزرا سفر و بیت دین او تصمیم گرفتند که باید یک متن واحدی را برای همه در نظر بگیرند، این بیت دین، این محکمه کبیر کنست گدالله که در او 120 بزرگان علمای یهود بودند که در بین آنها 3 تا ناوی بود، حگی، زخریا، ملاخی و افراد باسوادی که و مطلعی که روح قدس در آنها بود، تفیلای شمعون اسره را که امروزه ما 3 بار در روز میخونیم برای ما مرتب تدوین کردند. و این هم به خاطر این وضعیت مشکلی که در هجرت برای قوم اسرائیل ایجاد شده بود، مجبور شدند که تفیلا را و متنش را محدود کنند و برای همه یک متن معینی را تعیین بکنند. به همه خاطر در ابتدا 18 برخا و بعد یه برخا در یه موقعیت دیگر اضافه شد و مطابق ترتیب 3 تا برخای اول که در حقیقت پایه همه برخه هاست وصف خدا رو میگیم در اون 3 تا، یعنی بهش میگن 3 تا برخای آوت، گورود و قدوشا. یکی آوت یادآوری اجداد ما ابراهیم، ساق و یعقوب، گورود یادآوری جبروت عظمت الهی و سومی تقدس و قدوسیت الهی. و بعد 12 که بعد 13 تا میشه از برخای وسطی، اونجا خواسته های خودمون رو بیان میکنیم و همانطوری که هر کسی خواسته ای داره حتی میتونه در وسط این 13 برخا اضافه کنه، خودش هم
در بین هر میانه براخ ها قبل از اینکه براخ ها رو خط میکنه خواستای خودش رو اضافه بکنه، و سه براخ های آخر براخ های تشکره که بهش میگن عبودا، هدعا و سیم شالوم. عبودا سه براخ های آخر، یکیش درباره عبادت خانه خدا و تعمیداش صحبت میکنه، هدعا درباره تشکر از خدا، و سیم شالوم آخر تفیلا از خدا میخواییم که صلح و سلامتی بر همه دنیا قرار بده، که هیچ چیزی در دنیا بالاتر از صلح و دوستی نیست، و این خواسته اصلی ما و آخرین ما که همونطور انبیای ما پیش بینی کردند که در زمان مشیح، زمان ایدال الهی، بالاخره همه بشریت بالاخره به با صلح و صفا در کنار هم زندگی میکنند و به جای مجادله و جنگ و ستیز و خونریزی و از بین بردن زمان به شناخت خدا و عظمت الهی مشغول میشن. و این را ما در آخرین بخش تفلای روزانه‌مون صبح و عصر و شب اینها را بیان میکنیم، به خاطر اینکه این 18 یا 19 برخا مرتبه و با ترتیب نظم داره، مفهوم داره، معنی داره، برای همه زمانها گفته شده چون انبیا در اونها بودند. یک نوع متن مثل روح قدس مفهوم داره و یک نوعی با وقتی ما تفیلا رو هرچند مرتب تکرار میکنیم و بعضی ها میگن آخه چقدر تکرار و چقدر تکرار، اما هر بار ما باید یک خواستای تازه، یک احساس تازه، یک بیان تازه در تفیلامون پیدا بکنیم و بیان بکنیم، با اینکه متن همونه و روزمره سه بار میخونیم. البته در شبات ها و معدیم و عیاد روزهای خاص متفاوت تفیله ها قسمت های وسطش، ولی با این وجود هر باری که تفیله میخونیم باید یه تنوعی درش ایجاد بکنیم، تازهگی درش باشه، یه نواختی نباشه، و کوانا و نیت تازهی برای نیازهامون، برای نیازهای دنیا بیان بکنیم. این تفیلا به صورت جمع، ما فردی نمیخونیم، ما برای همه دنیا تفیلا میخونیم، برای همه بشریت، برای همه قوم، برای همه انسانها، همه کلمه، همه فعلها به صورت جمعه و فردی نیست. تفیلای ما تفیلای جمعیست، جماعته، و حتی خوندنش و تلاوتش در جماعت خیلی بهتره، برای اینکه وقتی پیش هم میستیم و پیش هم قرار میگیریم و متحدیم و دلهای ما به هم وصل میشه، نشامه‌های ما به هم متصل میشه و همه با هم یه چیز را میگیم، و هر چند لحش را در تفیلا رو به صورت لحش میخونیم و آهسته، اما ارتباطات درونی داریم. این نجوای ما از درون ما، از قلب ما، از نشامه‌های ما برمیخیزه و همه به هم متصلیم. هیچ کدورتی، کینه بین ما که پیش هم ایستادیم نیست، همه را کنار زده ایم. این تجمع کردن با هم و این تفیلای همزمان میتونه خیلی موثرتر باشه و به هم برای ما ازرا و بیت دینش و اون 120 کنیسه گدالله تعیین کردن که بتونیم همه یک جور و دیگه مشکل و نگرانی که شاید من نتونم یا دیگری نتونه کلمات خوب دنبال هم قرار بده یا نمیتونه انشاء خوبی داشته باشه، نمیتونه فصیح صحبت بکنه، این را برای ما تعیین کردند که همه چی در کلام آراسته باشه و سلیس و روان نماز رو بخونیم و تفیلا رو بخونیم. در ادامه انشاءالله درباره هلاخا و قوانین تفیلا از دیدگاه هارمبام صحبت خواهیم کرد. شالوم و برخواه.